خوش آمدید به دیدبان، مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از مانور ایران، چین و روسیه خواهیم گفت تا حوادث جاده‌ای در ایران و همینطور ادامه آلودگی هوا. سلام آقای بهنود، یک سال دیگه گذشت، یک دهم تموم شد، وارد 2020 شدیم. واقعا دهه پرتنشی بود. دهه نوتون مبارک. بله، سال نو شما مبارک. خب بریم سراغ روزنامه ها و ببینیم که در روزنامه های ایران چه خبر بود. بله، اگه موافقید از اعتماد شروع کنیم. بله، این مانور مشترکی که ایران و روسیه و چین کردن در آب خلیج فارس با حادثه مهمی بود. به هر حال در این شرایط که یکی از قدرت ها با ایران داره هر روز شدیدتر میشه و پرتنشتر میشه، این میشه گفتش که یک درایتی پشتش هست. بعدش هم که سفر آقای ظریف بودش به روسیه و چین. اما مقاله‌ای که در اعتماد هستش، شما چی دیدین تو؟ مقاله هست از آقای شعیب بهمن، معادله جدید در منطقه. در واقع همین ماجرا رو دیده و داره میگه که این کلی این معادلات رو در خاورمیانه احتمالاً به هم خواهد زد، به حوادثی که در چند وقت گذشته اتفاق افتاده، برخوردهایی که و تنش‌هایی که به خصوص ایران و عربستان داشتن اشاره می‌کنه و یه جوری به نظر من شاید قضاوت زود هنگامی باشه. زوده برای اینکه بله بگه که از این به بعد ائتلاف سازی ایران اساس حرف درسته، ولی بهتر بودش که ذره یعنی بعد دید چی میشه. بله. دیگه صحبتش اینه که از این به بعد ائتلاف سازی ایران در حوزه آب‌های جنوبی خود میتواند معادلات منطقه را وارد فاز جدیدی کند. بله. و همه کشورها باید این موضوع را در محاسبات استراتژیک خود لحاظ کنند. بله. بریم روزنامه همشهری رو ببینیم. 2019 سال اعتراض و یک مقاله هست از خانم نیلوفر قدیری که عصر جدید اعتراض و دهه میلادی رو دیده که با بهار عربی شروع شد و اعتراضات مختلف و اینا و خلاصه یه نگاهی کرده به یک دهه گذشته. منم این مصاحبه خانم فرزانه آینی رو با آقای عجریان به نظرم مهم رسید. شما خوندینش؟ یه نقل قولی میکنه، میگه که سعید حجاریان معتقده که به جمله منصوب به داریوش کبیر رو میگه که خداوند این سرزمین رو از دروغ و خشکسالی دور نگه دارد و اشاره میکنه به این که در واقع مثلا آزادی بیان و ابراز عقیده وجود داره، اما آزادی پس از بیان مهمه، مانند بیانیه 77 نفر. و بحث در مورد همه پرسیه که آیا آقای حجاریان موافقن یا نه. اون مثلا چی چیزی هم میگه، اون بانوه که میگه اون خوشسالی رو میشه یه فکری بهش کرد، ولی اون دروغه کارش خرابه. چون وقتی که این رایج شد در ارتباط بین حکومت و مردم، یه کاری میکنه که اونو هیچ کارش نمیشه کرد. بله، و بگه اون اعتماد دیگه از بین میره. بله. در کلم آقای حجاریان یه مقداری اشاره میکنن که چرا با همه پرسی در شرایط فعلی مخالفن. به خصوص میگه که خب باید به قول معروف به تایید نماینده های مجلس برسه که با چیزی که ما از مجلس میبینیم اونم یه داستان خواهد شد. شرایط یا اراده پشت شرایط عوض شده باشه تا برسه به این جایی که باید یه نمونه‌ای ببینیم از اینکه شرایط تفکر عوض شده، وگرنه با همین قالب و همین شورای نگهبان و همین مجلس و وضعیتی که داریم می‌بینیم حالا همین ورسی هم بکنه خب چی مگه اتفاق نمی‌افته. خب بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. کیهان شاید تنها روزنامه‌ای بتونیم بگیم که در طول هفته بوده. بقیه هم حالا اگر که بقیه روزنامه‌های اصولگرا اگر هم همچین اشاره کرده باشن که مثلا مراسم نوه دی که در تایید حکومت در جواب به ماجرای آبان 98 برپا شده خیلی بزرگ بود و اینا، اونا ممکنه توی صفحات داخلشون آورده باشن، ولی خب کیهان با جسارت کامل در صفحه اول آورده و
و حتی رفته تا اونجا که اینم مثل اون نهده اون سال باز هم همه آمده بودن، در حالی که گزارش خودش نشون میده همه نیامده بودن. باز دوباره به این مسئله تصفیف FATF و اینا اشاره میکنه که اصولا تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست، اشاره میکنه به حرفای آقای ظریف. یه چیزی که برای من جالب بود این اصرار کیهان به خصوص در مورد حوادثی یا مثلا تنش‌های توی مثلا دولت‌های غربی مثل فرانسه است. عکسی از برخورد خشونت‌آمیز دولت در واقع نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان زده و نوشته که از قول دبیر بزرگترین اتحادیه صنفی فرانسه نقل قول کرده که فضای ترس و تفرقه حقیقی اینجا در فرانسه حاکم است. بله دیگه این اتفاقا میفته. بذارید تا حالا که گفتی یه چیزی یادم افتاد بگم. فردای این روز کیهان یک سرمقاله داشت که عنوانش بود از ملا علی تا سید علی. ملا علی رو به خاطر ملا علی کنی میگوید که یکی از مراجع بزرگ زمان ناصرالدین شاه. بعد چی میگه؟ کل مقاله که خلاصه میکنین داره یه سجعی برقرار میکنه بین ملا علی کنی و سید علی خامنه ای. برای اینا نمونه های مقاومت هستن در مقابل زور خارجی و اینا. و بعد اشاره میکنه به این که در زمان او آقای بارون رویتر اومد و یک امتیازی بس که ملالی باش مخالفت کرد. آنچنان میگه انگار مثل ماجرای تنباکوی، مثل ماجرای تنباکو نبود، البته ثبت است یک دو جا که ملالی پیغام فرستاد، ولی چون میخواد ملالی رو به تناسب قرار بده با آقای سید علی خامنه ای میگه که ملا علی کنی بسیار درویش و ساده زیست و اینا بود. محض اطلاعتون شاید در تاریخ تشیع مرجعی به ثروتمندی آقای کنی نبوده باشه، به طوری که نوه ها نتیجه های ایشون هنوز در این زمان که نشستیم، یعنی از زمانی که این زمین هایی که از کن شروع میشه تا میاد تا اکباتان تا میرسه به پشت مهرآباد، اینا همه مال ایشون بود و رسید به یعنی این تناسب چند تا اشکال داره. یکی این که اون رویتر رو هم که اون بالا صحبت کردیم اونم آورده با این خبرگزاری رویترز و این رقم 1500 بسته، خلاصه یه مربعی درست کرده که اجزاش با کمال معذرت بندی نمیخونه. روزنامه شهروند پرونده حوادث جاده ایران رو نگاه کرده و میگه که در 9 ماه اول امسال 12,527 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادن. واقعا اگر که شما مثلا حوادثی مثل حوادث یا جنگی مثل سوریه رو هم نگاه کنید این میزان خیلی همین قدر است دیگه، تو کشوری که تو جنگن همین قدم شد دیگه. ولی اینجا شما مقاله هم یه بله. مقاله آقای عبدی بود، خوندید شما؟ شما میخواین یه اشاره بکنید در مورد این آقای عبدی هست... چندی پیش مقاله نوشته بود به عنوان معلولیت سیاسی و اونجا اونو به یاد آورده که این معلولیت رو اصولا کجا به کار برده و اینکه جامعه ایران دچار معلولیت شده چرا اینه میگه. مثال اصلیش رو آلودگی هواست. میگه آلودگی هوا بعضیا میگن به خاطر وارونگیه، بعضیا میگن وارونگی باعث اینه، بعضیا میگن این باعث وارونگیه. ولی حالا یه پرسش اساسی وجود داره و اینکه این همه زمان طولانی تعطیلی مدارس اینا همه اتفاق میفته. این شهر لندن اشاره میکنه به سال 52-53 میلادی 31 فارس. بله 31-2 من یادمه که بعد از 28 مرداد ما بود تا اونجا که من میدونم که اینجا انقدر سیاه شد که برای اطلاع شما بگم خودم موقعی که 1968 یا 69 اومدم به لندن کارمندای ادارات که اون موقع موظف بودن که کراوات بزنن یه دونه پیرهن همیشه تو کیفشون داشتن، وقتی از خونه با مترو چیزی میمدن تو شهر میمدن سر اداره اول میرفتن تو دستشویی این پیرهنی که تالا پوشته بودن در میابردن پیرهن جدید میپوشتن چون سیاه شده بود. و همه اینها طی یک برنامه ریزی دقیق درست ظرف 20 سال حل شد. الان میشه گفت که از تمیزترین شهر هست. البته خودشون راضی نمی کنه، خودشون معتقدن تا همه ماشینا برقی نشه درست نمیشه. ایشون میگه که آقا این کجاست که این عده باید جمع شن با هم دیگه مسئولین یه برنامه اساسی پیدا کنن به ماها هم خبر بدن. خلاصه این نیست، اون معلولیت میگه اینجا خودشو نشون میده. بله
خب روزنامه آخر روزنامه جوان هست. یه چیزی رو قبل از اینکه بریم سراغ صحبتهایی که از آقای خامنه‌ای نگاه کرده جوان و تیتر کرده ببینیم، شاید بد نباشه حرفای سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی رو هم اشاره کنیم که اومدن و کلی حوادث و اعتراضات آبان ماه رو در موردشون صحبت کردن و نهایتا هم گفتن شورای عالی کشوره که باید آمار کشته شدگان رو اعلام بکنه. در مورد همه چی صحبت کردن، از اینکه چرا خانواده بختیاری بازداشت شدن، ولی در نهایت باز هم کسی در این روزها آمار و تعدادی از کشته شدگان و حتی بازداشت شدگان تکذیب. بله واقعا حرف درست این وسط اینه که وقتی که شما میگه یه رقمی رو که رویترز داده تکذیب میکنید، لابد یه رقمی دارید که با اون مقایسه میکنید غلطه دیگه. بله خب اونو چرا نمیگی؟ یعنی اصلا حرف الان اینه، شما چرا اگر اینطوری هست که اون رقم بالاست، چرا شما رقم واقعی رو نمیدید که اون رقم بالا رو چیز کرده شد؟ یکی این که وقتی که ایشون تکذیب کرد حرفی رو که خانم نرگس محمدی گفته است و تصدیقم شده و او هم که بالاخره تو این شرایط در وضعیتی نیستش که بیاد دروغ بگه یا اینکه چه تماس خودش هم اینطور که گفته میشه اینو نشون داده و آثارش هم تو بدنش هستش اینطور که گفتند همسرشون، این هم تکذیب کردن و چون تکذیب کرد یه چیزی که ماها نمیدونستیم هم این وسط زد بیرون، یعنی اینکه آدمایی که کنجکاون و تعقیب میکنن وارد صحنه شدن و گفتن که خود آقای اسماعیلی سوابق همین کاره داره. بعدش هم گفتن سند رو میکنن، با سند ثابت میکنن، عملا هم اون سند جایی فعلا منتشر نشده. بریم سراغ حرفای آقای خامنه ای که غلط میکنید ایران رو متهم و تهدید میکنید، تیتریه که روزنامه جوان انتخاب کرده. اصولا ولی تحلیلگران معتقد بودن که آقای خامنه‌ای در صحبت‌های آخرشون یه مقداری مصلحت اندیشانه بود. حتی این تظاهراتی که برپا نشد مصلحت اندیشانه بود، یعنی پیدا بود. بله پیدا بود یه اراده به این هستش که مردم تحریک نکنه. حرکات دیگه‌ای هم صورت گرفته اون می‌کنه، ولی همزمان با این یه حرفای این وسط زده میشه و یک برخوردهای صورت میگیره که اونا آزاردهنده است برای آدمایی که درگیرشن. شوخی نمیشه کرد با مسئله مهمی است. نه بچه هم خب بالاخره داستانهای عراق هم بود. بله، حمله آمریکا به هشت شبی و در واقع اعتراض هم جواب همون رو داد. بله. ولی این نقطه که اون تکرار کلی هم توییت بین آقای خامنه ای و ترامپ رد و بدل شد در روزهای گذشته. ارتباط نامحسوس. خب بریم آقای بهنود سراغ برگزیده ها. روزنامه نگاهی نشریه جدیده؟ بله نشریه جدید اومده و اینطور که پیداست از هم شمایلش هم فهرست مطالبش رو که خوندم، نوید نشریه خوبی در روزنامه نویسی، یا بهتر بگم نوید یک روزنامه نویسی مدرنی هست، چون بقیه نشریات روزنامه نویسی که بوده است حالا هیچ کدومشون این ورود به دنیای جدید رو، ورود به دنیای سایبری و دنیای الکترونیک رو نکردن، ولی ظاهرا این مجله قرار استش که اینو جبران کنه. اگه اجازه بدید بیشتر از این حرف نزنم تا هفته آینده خود مجله هم ببینیم. حتما خیلی عالی. پست گیر کرد. خب بعدی والا من نفهمیدم تجریش است، یعنی یه جا نوشته تجریش، روزنامه صبح تهران تجریش، یه جا نوشته تجریشه. بله به ما هم گفتن تجریشه هست، چون که ملاحظه میکنید این روی جلدش هست، روی جلد و این تیترها به ما میگه که با این نگاه حرفه‌ای روبرو نیستیم. یعنی مجله روزنامه که حالا اومده این فکر درست و پشتش داره، الان تجریش خودش از بسیار شهرهای کشور بزرگتره، بنابراین خیلی خوبه که برش یه روزنامه بدین. بله. ولی این روزنامه یه ذره ابتکارای حرفه‌ای میخواد. بله. و یه ذره با از این حالت از توی فضای مجازی جمع کنیم خبر تیکه 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 بگذاریم که داره عادتی میشه این وسط، باید یه ذره از اون هم پریز کرد. قبل از که به اون صفحه طنز برسیم خواهش کردم شما یه نگاهی بهش بکنین، بگم که تنها چیزی که واقعا از حق نمیشه گذشت در روزنامه در این شماره که دست ما هست، نوشته سید عبدالجواد موسوی است که آقای موسوی نوشته که حق با آقای عزیز جعفری است، اگه قرار بشه که به مبانی فکری نمایندگان منتخب مردم توجهی نشه
نتیجهش همین میشه که الان هست، اما ظاهراً نماینده یه نطقی میکنه خلاف رأی و عقیده آقای جعفری، و اون وقت دوستان و همفکران ایشون مزدور و خائن و منافق خطابش میکنن، اون کسی که نطق کرد. میگه به این ترتیب ایشون وارد شده، میگه مردم کسی رو که با 24 میلیون رأی به پاستور میفرستن نمیتونه مملکت رو اداره کنه، اشارش به رئیس جمهور. آقای جعفری هم به صراحت هم میفرمایند که مشکل از انتخاب مردمه، و در حقیقت اگر مردم به کاندیدای مورد علاقه آقای جعفری رأی میدادند همه چی درست بود، اما همینقدر که به صف منتقدین رفتن خب باید خودشون اصلاح کنن. در حقیقت این موضوع رو باز کرده که آقای جعفری به عنوان آدمی که هنوز لباس نظامی تو تنشه هستن برای چی میاد تو انتخابات، یکی ببادم این به این سختی و به این تندی و به این تلخی. بله، یه جایی هم اشاره کرده به همین پیروزی بوریس جانسون در انتخابات تو صفحه طنز، بله در صفحه طنز که نقل میکنه که اظهار نظر بوریس جانسون درباره پیروزی محافظه‌کاران، من هم جمعه متوجه شدم که احتمالاً یه نقدی هست به حرفای آقای روحانی. یه مصاحبه مفصلی هم کرده با خانم بهار رهنما که میگه اراده عجیب و غریبی دارم، میگه که خب مثلا این کار غیر از دور از انتظار تا حالا کردی؟ میگه بله، چون آذرمایه هستم همیشه دوست داشتم یه بار پای سفره عقد بگم نه، که خب نگفتم. بریم سراغ چلچراغ آقای بهنوت. چلچراغ خب همون نشریه جوان پسندی است که ما بسیار از کسایی رو که ما روزنامه‌نویسای خوب حرفه‌ای الان میشناسیم کسایی هستن که از توی این مکتب آقای خلیلی اومدن بیرون. بعد خودش رو همونطور که چند بارم تا حالا گفتم چلچراغ خودش رو با اون حالت جوانانه ریس پسند مطالب کوتاه اینا حفظ کرده، و به نظر منم خوب حفظ کرده. گرافیکش هم تو همون مضمون رو اینه نگرد داشته، هنوز هم آثار دست بزرگمهر حسین‌پور هست، و اصولا بزرگمهرا و نیماها و اینا که از تو چلچراغ اومدن خوب از کار در اومدن. بله. از حق باید گفت اینو. حالا تو این یاد داشته تیکه تیکهی که اول داره، حالا شما بگین چی دیدین؟ حالا من برای من این طرح روی جلدش و شعری که روی جلد نوشته که اشاره داره میکنه به در واقع کشته شدن دو کولبر جوان فرهاد و آزاد خسروی که متاسفانه واقعا خبر تلخی بود، با گورهای برآمده از نان و برف تیتر رو زده و یه شعری نوشته: و من که نان را بر گرده خیش داشتم و پیش میرفتم، دو عقاب دیدم همه از برف و دختری که هیچ کس نبود. عقابان کوچک به آنان چنین گفتم: گور من کجا خواهد بود؟ و واقعا به نظر من نکته جالبی رو دیده، و همین که یه عکس نون گذاشته روی جلد که این دوتا بچه در واقع برای ارتباط دارین دوتا با هم دیگه، بله برای یه لقمه نون رفته بودن و بله. این اتفاق تلخ. پانیز میلانی تو این یاد داشته تیکه تیکه که اول هست با توصیفی هم که ازش کرده طنزنویس مجله، میگه که یه کیف داره که روش اون آرمه هست: من جوجو هم. بعد حالا با اون چیزه میگه که شما رو نمیدونم، اما من خیلی موقع هست که تبلیغات بانه و خرید ارزون تو تلگرام و این ور اون ور و قیمتهای ارزونشون رو میبینم و وسوسه میشم. یک آن پیش خودم فکر میکنم یعنی این محصولی که انقدر قیمت مناسبی داره، اونقدر کارایی داره، کلن انقدر هیجان انگیز جلوه کرده، برای اینکه به دست من میرسه رو کوله وقتی به دست من میرسه که از روی کوله بچه 14-15 ساله رد شده، اشاره میکنه به اینکه دلم نمیاد بخرم چیزی رو که فکر میکنم از اون حالت. بعد تناقضش هم میگه، میگه البته وقتی اینو با آدمو صحبت میکنی میگن که خب مگه تو فکر میکنی تو نخری اونور میفته، یا اگر همه نخرن بعد اون چی میشه، چون گرسنگی اون که جا میمونه. به این ترتیب بحث کولبرا شروع میکنه، میبره توی گزارشی که مقدمش هم خود آقای فریدون عموزاد خلیل نوشته، مدیر مثل همیشه خیلی رمانتیک و در این حال واقع بینانه، شبی از شبهای زمستان کولبری رو تجسم کرده، و بعد رسیده است به چند تا گزارش: یخ بزن بمیر زنده شو، یکیست که محمد وحیدی نوشته، کولبری دوئلی جانانه بین نان و جان. چیا نوشته؟ چیا فولادی ورزش نویسه معروفه و در اینا نسل خوبی هم داره. چیا این وسط یه مطلبی هم خانم بدری مشهدی نوشته راجب زبان کردی،
و این یکی شدن زبان کردی، دستایی که سنگ شده، کلوخایی که یخ زده، خیلی غم انگیز از فائز دانی. به حال شماره خوبی است با تاکید به ماجرای کولبری. کولبری. مجله بعدی چیه؟ نت نت. بله، نت نت روی جلد مدیریت ارتباطات هست که نشریه خوبی است. حالا به خصوص که این هفته، این ماه چند تا مطلب داره. یکی از اون مطالب بزنگاه آبان هست. از همین عرض من شما یه در واقع فکر کنم یه بخشش بزنگاه آبان و مسئله اینترنت. بله، که بیم و امیدهای اینترنت ملی رو مطرح میکنه و اینکه چرا دنیای امروز به حق و با یه نیاز طبیعی رسیده به اونجایی که اینترنت واجب برای زندگی. این خیلی مهمه. یه مصاحبه میکنه با آقای یکی از اساتید مهم، حمید بهلولی، کرده که درباره واژه نظریه انرژی اجتماعی است. نمیدونم شما اونو دیدین یا نه. یعنی این به اصطلاح ژن و میم. این میم تازه اومده. ژن اون چیزی است که بنا به توضیح ساده که انقدر که عقل ما میرسه، ژن اون چیزی است که تموم میشه. یعنی وقتی کسی میمیره ژنش مثلا توی نسل ادامه پیدا میکنه، تموم میشه. میم اونه که در اثر اتفاقات اجتماعی وجود میاد، ادامه پیدا میکنه. بله. و تأثیر میکنه. این حالا کشف تازه در حقیقت جامعه شناسی هستش درباره اون میشه. اصولا با متخصصی مثل آقای فرغانی، مثل آقای فکوهی، حقوقیش کامبیز نوروزی، مسعود سپر، نیوشا طیبی، همه اینها درباره اون تعطیل اینترنت نوشتن، موضوعی که مستقیما با موضوع مجله ارتباط پیدا می‌کنه. حالا شما هم بگید. من همین مطلبی که نیوشا طیبی نوشته بود رو دیدم. ببخشید، نیوشا طبیبی. طبیبی، بله، بله. من اشتباه کردم. نگاه خب یه ذره متفاوتی دارن به بحث قطعی اینترنت. چیزی که میگن اینه که خبرنگاران، روزنامه‌نگاران داخلی در اون روزها اینترنت داشتن، در اون یک هفته و ده روزی که کل ایران اینترنت نداشت و اینا دسترسی داشتن. نهادهایی که این تصمیم را اتخاذ کردن، احتمالاً شورای عالی امنیت ملی، با اطمینان کردن به مراجع رسمی کسب و انتشار خبر سعی کردن از تولید و انتشار اخبار هرز و بی‌شناسنامه و غیر معتبر جلوگیری کنند، که یه ذره به نظر من عجیبه این حرف. این اطمینان و اعتماد و اطمینان البته نتیجه داشت و تقریبا هیچ خبر بی منبع و دروغین و شایعی از سوی خبرنگاران حرفه‌ای و روزنامه نویسان ایرانی و خارجی مقیم ایران به جهان مخابره نشد. آیا اجازه داشتن و مخابره نشد؟ و در هر صورت ما دیدیم که چقدر روزنامه نگاران اون روزها از اینکه دستشون بسته است و تحت فشار هستن که نالیدند. بله، در هر صورت بحث‌های بسیار مفصلی در این مورد شده. بریم مجله بعدی آقای بهنود، مجله آخر، تندیس ببینیم. تندیس رو ببینیم. بله، یه پرونده داره به اسم جولانگاه ایمن یا بنگاه فاتح. بله. درباره چی؟ درباره گالری ها. بله. میگه که اصولا اینا در یه وضعیت شکننده ای هستن. چرا؟ این همون عرضی است که باید توی جاهای دیگه هم دنبال کرد. حالا انشالله اگر که هفته آینده آنگاه رو دیدیم، میبینیم که آنگاه توجه اساسی کرده به گالری داری نه، اونجا خیلی مسئله مطرح میشه. به هر حال سردبیر نوشته که این روزهایی که گذشت غیر از تلخ کامی نکته جدید دیگه همراه نداشت. به حوادث آبان اشاره میکنه. بله. سخت و تأسف بار بود گفتن و نوشتن از قائله ای که جان آدمی باهای سنگین اونه و بی تدبیری دولت تدبیر و امید. اینا همه با هم جمع شد به آینده گفته ایم تا چراغ راه من باشد، غافل اینکه قاعده این روزگار بر نامیدی است. با این مقدمه داره اشاره میکنه که دلیل اینکه این تاخیر افتاد این مجله همین هاست. و در این فاصله هم از جمله در گذشته های یکتایی که راست میگه خیلی موضوع مهمی بود که اتفاق افتاد، یکی از شناخته شد ترین نقاشای ایران هستن که همین که داریم ریچارد میبینیم، یکی از کارهای شناخته شده ایشونه که اول که وقتی نگاه میکنین فکر میکنین که کار فریده لاشایی است که خیلی
به شاگردی ایشون هم مفتخر بود. بعد این پرونده که عرض کردم یعنی فضای نمایشگاه ها، آیا نمایشگاه رو میگه پرسشی از وضعیت شکننده ما و آنها، یعنی نمایشگاه اشاره به همه اینها به دلیل اونه که این مرز بین پولسازی هنری که موجب ابتذال میشه، البته پولسازی همه جا هست تو هنر بل. به هر حال، ولی شما اگر اینو خلاصه کردید و جمع کردید توی گالری هایی که اون به اصطلاح دلبستگی هنریشون تبدیل شد به اینکه چی عرضه بکنیم، بتونیم توجه به ماهیت هنریش چی توجه کنیم مردم بخرن بل. و این همه جنجال توش وجود اومده، به اونجا اشاره میکنه و مثل همیشه نشریه است که خیلی متعهد با این قضایا روبرو میشه و اصولا به عنوان نشریه هنر تجسمی تندیس خیلی نشریه با وقار در این حال متعهد و مسئولی هست. عالی. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم. محمد رضا ثقفی اتاقی رو کشیده که انگار سالهایی که میان و میرن همینطوری میرن. بله، همون دهه ای که شما اشاره کردین. بله، از همه چی رو دیده دیگه، یه جوری تلخه دیگه، چون واقعیتش هرچی میبینی دود و دم و آلودگی هوا و جنگ و مرگ و دیگه. حالا باید حرف بوریس جانسون رو قبول بکنیم که به هر حال با دست خالی به حال یه امیدی داد، گفت برین حالتون خوب باشه کریسمس اینا رو بکنیم بعدش خوب میشه انشالله که این دهه دهه بهتری باشه. یعنی فکر میکنم این دهه هر جوری باشه بهتر از دهه قبله. دهه قبل که دیگه باید احتمالا باشه، سال آخرش اصلا خوب نبود. نه واقعا، به امید یه دهه بهتر و سال بهتر. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، مرسی که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خدافظی میکنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.